سلام و درود دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه علی علی یک توییت جالبی زده البته در مورد این تویت، محتوای این توییت ما بارها صحبت کردیم در مورد اتحاد جریان تجر و جریان هاشمی چی که همون نماد لیبرال ها و نفوذی مخفی هستن صحبت کردیم که اینا چجوری با هم دیگه استفاده میکنن در داستان داستان خوارج و معاویه است که در ایران داره پیاده میشه معاویه نماد هاشمیچی ها اول میلیاردر ها و ثروتمندان هستن و این جریان تحجیر هم نماد همین خوارج هستن که اینا چجوری با هم دیگه متحد هستن خوارج ماویه رو فرش میدادن ولی با هم متحد بودن ایران هم همین طوریه هاشمیچی. و ماوی از این استفاده کرد بر ضد علی دیگه که نماد عدالت بود هاشمیچی ها هر وقت شدت غارتشون زیاد شده متوجه میشن داد مردم در آمده کار میکنن؟ دست به دامان جریان تحجر میشن این آقایون دولتی ها هاشمی ها که نماد جریان غارتگری و یجوج مجوج هستن اینجور موقع که مردم در آستانه اعتراض هستن چیکار میکنن؟ عکس چند ویجا رو میبرن به امام ام جمعه نشون میدن امام جمعه میاد جریان هاشم چی رو میخوره و به اینکه فضای اصلی کشور که دلار سی هزار تومانی پراید صد سی تومانی هست و وصل میکنه به هجاب راحت هم این در دام این جریان چی همیشه در طول تاریخ متحجرین در دام این جریان های عبر میلیاردر بودن و هر دو همسو هم و هم دیگه کمک میکنن متحجرین در بزنگ به داد این جریان عبر میرسن و بیشترین کمک رو به این جریانه تحجیل کرد که دین از بین میره رفته در رونستانس اروپا هم همینطور شده و حالا جالب اینه آقای علیزاده البته ما جریان ایرانگرایی در کل با علیزاده مخالفه چون که غلزت پان خیلی زیاده تفکرات ضد ایرانیش قوی هست و ما کامل با این آقا زاویه داریم به جریان برابری طلبیش و عدالت و اینا اگه شعار نباشه ولی خیلی وقتا حتی در برابر این جریانم هم که ادعا میکنه عدالت و اینا در اون برابر هم قرار میگیره در مقابل اونم قرار میگیره حالا کار نداریم میخوام بگم که از این اتحاد هاشمی چیا رفسنجانی ملعون اون موقع این, این کپی همون روان کپی رفسنجانیه دیگه اصلا دولت رفسنجانیه. دولت رفسنجانی هم, هم اینطور بود جنایتکار و بسیار بیرم ضد مردمی ضد کارگر و بسیار فضا اختناق قوی و وزارت اطلاعاتش و اشدناک سرکوبگر و قاتل کارگران رو سرکوب میکردن میکشتن از پا ویزون میکردن کتک میزدن بعد چی همه هم به جرم ات... به گرانی اعتراض میکرد به جرم احترام به ولی فقیه هاشمی چی ها کاری کردن که مردم از ولی فقی متنفر بشن دزدی و غارتشون در پشت پوشش حمایت از ولی فقی حالا خود رهبرم هم من خود خبر نداره اینا تو بذار اطلاعات و بازداشتگاه و اینا چه عناوین مردم رو شکنجه میکردن و مردم رو میزدن طرف کارگر بیچاره اومده برای اعتراض برای حق نان بعد اینا به جرم توهین به ولی فقی هاشم چیا ها کتکش میزدن تو به ولی فقی تو این کردی تو به حکومت اسلامی تو این کردی الان هم همینطوره الان هم این حرمزاده برای رای گرفتن از عکس بی اجابه استفاده میکنن تو خیابون ها ولی میخوان خفه کنن همون مردم مترزی رو که به گرانی و تورم و غارت که بارها گفتم این ربطی مطلقا به آمریکا و اسرائیل نداره بلکه خودشون معلم و تعلیم دهنده آمریکا و اسرائیل هستن پدر شیطان هستن و غارتگر هستن اینا می کار میکنن عکسای بی اجاب همونایی که ازشون رأی گرفتن می‌برم به این آیت الله ها و چند جریان متحجر نشون میدن اونا هم اصلا دو باخی نیستن به که بیان اعتراض کنم به جریان غارت که در کشور حاکمیت داره تا منابع مالی کشور اقتصاد کشور در دست جریان غارت ها. اینو شک نکنید اینو که دارم میگم بارا خودم هاشمی رفتن جانی ملعون لعنت الله هزارها ها بار گفته اینو که بانک مرکزی دست ماست نفت دست ماست اقتصاد دست ماست و همینطور ره. رئیس امسال احمد نجادن هیچ کارن آنچنان فشار روش وارد میکنن که احمد نجاد آخرش هاشمی چی شده بود دیگه با مدیرای رفسنجانی کار میکرد خلاصه نمیدونم حالا به جریان تعجر که امام جمعه نصیحت پذیر نیستن که بابا با شما الان وقت گرانی مین بحث منحرف میکنید در دام ماویه میافتید مثل خوارج که بحث منحرف دلار سیتمانی منحرف بشه و حمایت میکنید از جریان غارت حالا اینا بین اینا پولم رد و بدل میشه سهم امام و فلان با پول میخرن دیگه جریان تهجر رو و جریان تهجر سکوت میکنه و جریان دینی هستن بگم شد بهتر بشه جریان دینی همیشه در طرف ابر میلیاردرها و جریان غارته الان ساکت جریان دینی جریان دینی کجا حرف میزنه در برابر مستضعفین برابری یکی دو تا دو اینستاگرام میشد حرف میزنه اما جریان دینی هیچ حرفی از برابری عدالت اصلا شعار امام علی شعار امام مهدی اصلا امام مهدی کجاست در این حکومت واقعا امام مهدی مظلوم تر از جریان امام مهدی ما نمیگم امام مهدی وجود داره نداره آدم هست آدم نیست جریان مهدی جریان آیا مظلوم تر از امام مهدی در جمهوری اسلامی سراغ دارید یکی یک سال به سال نیمه شبانه که یادی ازش میکنن در حالی که جریان مهدی جریان سرنگرونی، همین جریان ابر میلیاردر قارتگر است در, در ایران و کل دنیا که منابع مالی و اقتصاد کشور دست این جریان غارت هست و شعار امام مهدی اصلا محدیگرایی یعنی همین که این طبقات بالای غارتگر رو اینا رو باید بکشی پایین به سمت برابری و اینکه همیشه بدون محدودیت و همه چی هر کاری دلشون میخواد تو کشور میکنن بر اقتصاد بر جان و مال و زندگی مردم حاکمیت در جریان غارت به واسطه نفوذ در حکومت و پشتبانی حکومت و جریان اطلاعاتی خب این کجاش به آرمان و مهدی میخوره جز اینکه هدف این بوده که مهدی رو بدنام کنن دین رو بدنام کنن که کردن مردم از اسلام متنفر بکنن که کردن مردم رو از رهبر متنفر بکنن که کردن و همه تقصیر رهبر میدونن و این توییتش توییت چیز تازه نبود که ایشون کش کرده باشه چون ما بارا همیشه در مورد اتحاد جریان تجر و لیبرال در کشور صحبت کردیم و این حرف هم دال بر این داره که دولتیای دولتی های چی ملعون که خودشون عامل غارت و بدبختی و بدنامی ملت هستن در لباس متدیرین میرن عکس زنهای بیجابی بهشون به امام نشون میدن که خودشون ازشون رأی گرفتن به دروغ خودشون حامی زنان بیهجاب نشون میدن رای میگیرن بعض اینکه رای گرفتن عکس همون زنان بیهجاب رو میبرن به بامجما نشون میدن که به عنوان که بیهجابی در کشور زیاده شما چرا ساکتی تا بحث از عدالت و برابری و گرانی و تورم و غارت جریان حاکم منحرف کنن و هر کسی هم اعتراض کنه دشمن اسلام دشمن ولی فقیر دشمن امام زمان با و ترین برخورد نیست تاکتیک هاشمی چیا همیشه این دور بوده نه هاشمی چیا ها. تاکتیک ماوی هم همین هم بوده کل تاریخ هم بوده این دو تا جریان با هم دست به دست هم برای جلوگیری از برپایی عدالت در جهان با همدیگه همسو هستن متاسفانه به امید پیاده سازی سیستم برابری مهدوی در ایران این باید شنیده بشه با جریان تهجر... جریان تهجر و جریان تعجر و جریان غارت که با هم متحد هستند و جلوگیری از برپایی عدالت و برابری مهدوی اینا باید تنشون به لرزه بیفته از روزی که این آرمان در, در ایران و جهان پررنگ میشه بدرود